سلام بیننده عزیز برنامه هفته است. در استودیو با شما محمد شریف عبدالله. در شهری خوروغ کی گناهکار؟ کارمندانی بدعه یا سکینانی شهر؟ یتیموف منصب گرفت یا مکافات؟ پس از مراسمی سوگند وضعیت در کشور بهتر شد یا بدتر؟ در تاریخ 5 نوامبر وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر داد که روز 4 نوامبر سال روان تخمیناً ساعت‌های 21:30 دقیقه یک شهروند 28 ساله شهری خوروغ ساکن محله خوروغ بالا هنگام راندن ماشین در دیدبانگاهی بازرسی دولتی اتومبیلی واقع در جماعت دهات سوچان دهه بودرد ناحیه شغنان با طلبات کارمندان میلیسیا اطاعت نکرده به سمت شهری خوروغ فرار کرده است. در خبری وزارت گفته می شود که هنگامی پایگیری افتماشینه مذکور یک گروه جوانان در هیئت 15 نفر از حساب ساکنان محله خوروغ بالا به فعالیت قانونی کارمندان بدعه مانع ایجاد کرده با آنها مقابلیت نشان دادند. به مقصد پراکنده نمودن ازدحام جوانان از طرف کارمندان حفظ حقوق به طرف هوا تیر پرانده شده است. چیزی که شاهدان و کاربران در فیسبوک آن را رد میکنند، واکنش کارمندانی بدعه را رفتار دغلانه عنوان نموده گفتند که از طرف ساکنان هیچ مقابلت صورت نگرفته است. آنها فقط برای ترس دادن جوانان ماشین را تیرباران کردند. یک کاربر در شبکه اجتماعی فیسبوک به نام کامچک میرزایف مینویسد در محله خوروغ بالای شهر خوروغ کارمندان حفظ حقوق در جای اهالی نشین به یگان اساس تیرپرانی کردند. هرچند قانونگذاری تیرپرانی در جای اهالی نشین را منع کرده است، خوشبختانه یگان نفر از ساکنان آسیب ندید. از طرف ساکنان یگان مقابلیت هم نشان داده نشد. در رابطه با این موضوع علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان در صحبت با ازدا تیوی گفت طبق منابع آنها کارمندان بدعه این بچه ها را از پاسگاه ناحیه شغنان دنبالگیر کرده تا به درآمدگاه شهر خوروغ تیرباران کردند. شیرزمانوف میگوید کارمندان بدعه به طور خیلی خطرناک عمل کردند، زیرا آن راه خود هموار نیست و خطرناک است. باز در چنین راه به سرعت بلند ماشین راندن با علاوه بر آن از پس ماشین تیر خالی کردن خیلی به حیات انسان ها خطرناک است. نسبت بدخشان مقامات مرکز از 2008 به این سو یک سیاست تبعیض‌گرایانه را برامانده است. یعنی منظورم چی است؟ منظورم اون است که از 2008 به این سو سیاستی را پیش گرفتند که تمام مقامات قدرتی وظیفه‌های کلیدی تمام مقامات های قدرتی باید نفران غیر بدخشانی باشند. اعتماد به بدخشانی او نیست. بدخشانی ها را از کمیته دولتی امنیت ملی، از دیگر ساختارها یا کلن از کار آزاد کردن یا به منطقه های دیگر به وظیفه های خیلی پستر بردن و به جای اونها از دیگر مناطق را آوردن. و اگر امروز چنین فرض کنیم که مقامات مرکز به بدخشان یکان مشکل ندارد، این علاقه این نفرانی که به اینجا سفربر شدند و البته که معاششان آنقدر بلند نیست که در این شرایط وزنین کوهستان کار و زندگی کنند، چون اونجا هم مواد قیمت تر است، زندگی اونجا وزنین تر است و این سفربر شده کارمندان مقامات البته که قانون را به یک کالای سودایی تبدیل دادن، از این خاطر همه پرابلم ها از این سر می زند. امروز این بازرسی دولتی اتومبیلی در اونجا یک ساختار یک شرکت بیزنسی شده است که در اونجا پول کار میکنند. یک قسمتش رو به بودجه با صفت جریمه ها انتقال میدهند و یک قسمتش رو کسی به کیسه خود میزند. تمام مشکل از این سر می‌آید. فراموز ایرگاشف حقوق‌شناس جوانی تاجیک در صفحه فیسبوک خود نسبت این قضیه روز 4 نوامبر که کارمندان بدعه و آمون در شهر خوروغ با آسمان تیر خالی کردند واکنش نشان داده است. ایرگاشف نوشته که روز 4 نوامبر سال روان
кормандони БДА ва ОМОН бинобар сабаби аз тарафи Зикилбеков се гуё ки ба талаботи қонуни онҳо итоат накардан ба ҳаво аз яроқи оташфишони тапонча ва калашников тир холӣ карданд. Мақомот гуё барои ором намудани 15 ҷавонони ба ғазаб омода ба ҳаво тир холӣ намуданд, чун ин ҷавонон гуё ба фаъолияти онҳо монеа иҷод карда бошанд. Ба идеаи Эргашев, асли кор дигар аст. او میگوید که 5-7 کارمندی میلیسیا که با یراق آتشفشان و دیگر لوازمات جنگی مسلح بودند به طرف ماشین و آدمان تیر خالی نمودند. کارمندان میلیسیا مردم را دشنامهای قبیح نموده شان و شرف شهروندان را پس زدند. فراموز می نویسد که هم شهیدان زنده هستند و هم دلیل ها موجودند. ارگشف این کار کارمندان میلیسیا را غیر قانونی خوانده میگوید که این حادثه در جای اهالی نشین در نیم شب و در نزدیکی بیمارخانه رخ داده است و یراق آتشفشان را در حالت های نهایی و استثنایی کارمندان حفظ حقوق استفاده می نماید. فراموز کارمندان میلیسیا را به این عملشان به آن متهم می کند که برایشان مقدسات، ارزش ها و منفعت های ملت و دولت، صلح و ثبات، امنیت شهروندان و به خطری دولت ارزش ندارد. این عملشان خطر برای امنیت دولت می باشد و وضعیت منطقه را ناآرام می سازد و حیات شهروندان را زیر خطر می گذارد. فراموز ارگشف حقوق‌شناس جوانی تاجیک از شهر خروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیشتر نامزدیش را در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر پیشبری کرد اما به سبقت انتخابات راه نیافت. کارمندان مقامات قدرتی کشور بارها است که با ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان به خصوص ساکنان شهر خروغ درگیر می شوند. از جمله سال 2012 کار به جای رسید که مقامات از قواهای نظامی استفاده نمودند. چرا رئیس جمهور رحمان بوریس سیوم سیدومین یتیموف را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین کرد؟ کاتبات ریاست جمهوری تاجیکستان در پی تعیین سیدومین یتیموف به مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور حسب حال او را منتشر و در خطر زبانهای خارجی که او بلد است زبان فارسی را هم ذکر کرده است. به این طور که زبانهای خارجی فارسی، انگلیسی و روسی را میداند. درباره اینکه دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان با چه هدف زبانی فارسی را به عنوان زبانی خارجی معرفی کرده است، بسیاری از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش کردند. ولی حالا از تغییرات کادری اخیر و به ویژه از سیمومین ستاروویچ یتیم خواهیم گفت که برای بار سوم مقام و منصب خود را حفظ کرده است. در وقت‌های اخیر درباره فعالیت‌های باثمر این به اصطلاح شاهینی فلوچنگل در شبکه‌های اجتماعی مطالب زیاد منتشر شدند. محمد سلطان یک سرهنگ پیشین امنیتی هم در شمار نویسندگان قرار گرفت که از کار و پیکار ژنرال پالکونیک و به خصوص محلگرایی او نوشته بود و در مطلب دیگر هم فهرست اسمای شمار زیادی از مسئولان بخش مرکزی و نیز شهر و نواحی کشور کمیته دولتی امنیت ملی را که از هم محل ها و یا تبران یتیموف در چودن این ادعای سرهنگ بازنشسته امنیتی را تایید میکرد. بعضی از منبع ها از داخل حکومت پیدا شدن چنین مطلب ها را در شبکه‌های اجتماعی نشانه از منصب دور کردن یتیموف میدونستند. ولی این همه دلایل و شواهد عملهای غیر اخلاقی و غیر قانونی که برازنده یک عضو بلندپایه حکومت نیست نتوانسته است اعتماد و اعتقاد امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نسبت یتیموف را تغییر بدهد. تعیین برای بار سوم یتیموف برای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی میتواند تفسیرهای گوناگون داشته باشد. سربان عظیمی کارشناسی همیشگی از دو تیوی باور دارد که این تعیینات نشانه و علامت دست و پابستگی رحمان در نزد اوست. عظیمی میگوید مثلا یتیموف در مقابل رحمان کمپرمات‌های خیلی وزنین دارد و یا اینکه طول این 10 سال یتیموف به حد به باور و اعتماد رحمان سزاوار شده است که به وفاداری و صداقت وی کدام شک و شبهه ندارد. شاید هم این و هم آن و شاید باز فاکتورهای دیگری هم باشد، اما از نگاه ما علت و عامل تعیینات برای بار سوم یتیموف که نه به همه وزیران رحمان و به خصوص وزیران تیم قدرتی نصیب شده است، این هم نظری و هم عقیدگی و دیدگاهی یکسان و توأم داشتنی آنهاست. آنها از لحاظ آرمان و ایده موضعی یگانه دارند. هنوز که رحمان آن گفته، یتیموف یای آن را میفهمد و برای اجرای آن کله و پوست میزند. با دستان یتیموف چند نوبت به ولایت مختار بدخشان و وادی قراتگین حمله و هجوم کردند و آنها را در برابر حکومت فرانتی خلقی بزانو در آوردن در اصل آرزو و هوس رحمان بود. رحمان با گذشت سالهای صاحب قدرت شدن
جنگی داخلی تمام شدن و صلح و آشتی کردن همانا در برابر پامیری ها و قراتگینی ها دلش را خنک نکرده بود که این کار را یتیموف کرد. آرزوهای رحمان شکست، ولی این یک نوع رپیتیسیا برای برنامه و نقشه بزرگتر بود. محو و مهار کردن بزرگترین نیروی سیاسی کشور که از یک انتخابات تا انتخابات دیگر مقام و جایگاهی بیشتری را کسب کرده ایستاده است. این یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، کاری که رحمان از مغز دل و جان میخواست اما جرأت و لیاقت انجام آن را نداشت. یتیموف گفت میتواند به سامان برساند. وزیران پیشینی نظام قدرتی رحمان با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رقابت بودند و خصومت هم داشتند، اما تا به این حد که یتیموف از این تشکیلات سیاسی و به خصوص مفکوره و ایدئولوژی آن متنفر بود نبودند. نمیخواستند و نمیگذاشتند که پرواز بیرون از نظارت آنها را داشته باشد، اما یتیموف چشمی دیدی حضور و موجودیت آن را نداشت. و این که نشستند و به خلاصه آمدند، او دست به کار شد. خلاصه آرزو و هوس و آمال جناب پرزیدنت را به وجه احسن اجرا کرد. نه ملا ماند، نه مسجد، نه روشنفکری مذهبی و دنیوی دیگراندیش، و نهایت و مهمتر از این همه نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. یتیموف برنامه کرد، نقشه کرد، کودتا کرد، دیگر مهم نیست. وی توانیست مخالفین را بیراند و دنیا را برای رحمانوف تا ابد و مدام العمر بدهد. برای او دقیقا همین چیز مهم بود. مهار کردن تأثیر فیزیکی به او و حاکمیت او. حال دیگر صد داد و وای میکنند، کردن بگیرند. اما نه میتینگ کرده میتوانند و نه دستشان میرسد که پایه های کرسی او را به هوا اندازند. همین دو ده ساله پیشتر رحمان که 5 سال مبارزه مسلحانه کرد و حمایت روسیه را داشت، 4 و 4 نشست و حکومتش را حصه کرد. اما فعلا کار طوری شد که با یک دو جانی رسخات شده این حزب را بیرون کرد و او دیگر رقیب و رقابت ندارد و شروع کرد به بنا و بنیاد حکومت خانوادگی. دیگر با دل پر دارد برنامه هایش را تطبیق میکند. رحمان این همه را مدیون یتیموف است. البته برای چنین خدمات بیمزد و بی بهره و پاداش نماند. شرایط و امکانیت داد پول کار کنند، زمین و زمان و خانه و در و ماشین و دچه اندوزد. اینکه یتیموف و یا برادرش چی کار میکنند و چی خیل پول به دست میآورند، بها و ارزش کرسی را ندارد که رحمان دارد. مهم صحنه و کشور برایش خالی است. بلاگداریا یتیموف. از این لحاظ می شود گفت که برای بار سوم به مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین کردن یتیموف و او را به تمام نهادهای دیگر مسلط کردن یک نوع پاداش و جایزه رحمان برای خدمات صادقانه اوست. و رحمان واضح و روشن بیان کرد با حکومتی که داشت این بار هم دوره نوی حاکمیتش را می راند. در باره آن که چرا در دستگاه رئیس جمهوری شاید به این درجه نفرت و خصومت به فارس و فارسی که یتیموف دارد ندارند و با چه هدف زبان فارسی را به عنوان زبان خارجی معرفی کردند. صاحبان عظیمی میگوید که خود شاهدید که چند هفته قبل حکومت اشرف غنی هم عین چنین کار را کرده فارسی را خارجی عنوان کرد. اما تاجیکان سربلند افغانستان دنیا را به سرش گردانیدند تا حرفش را پس گرفت و پوزش خواست. اما این ما تاجیکان تاجیکستان هستیم که در برابر یک چنین تحقیر زبان مادری و آن هم از طرف دستگاه ریاست جمهوری همان آب در دهان گرفته و نشسته ایم. هنوز از سوگند یاد کنی رئیس جمهور یک هفته سپری شده که ساکنان از ببرقی، گرانشوی محصولات نیازی اول و پایین روی قرب ملی شکایت دارند. امامعلی رحمان روز 30 اکتبر در کاخ سامان سوگند یاد کرد که در 7 سال آینده شب و روز صادقانه به وجدان پاک و دست نیک و به تمام هستی به مردم خدمت میکند. بسیاری از ساکنان هم به این باور بودند که پس از سوگند یاد کردن رحمان وضع به اعتدال میآید. اما حالا ساکنان اکثر منطقه های تاجیکستان میگویند که بیش از یک هفته میشود که برق ندارند. اما روزه برق از ساعت 8 صبح تا 5 بگاه قطع میشود و دیگر باره جاری شدن محدودیت یا لیمیت برق تاجیکستانیان را نگران کرده است. ساعت 8 سحر تا ساعت 6 بگاه 8 نیم سحر میکشند تا ساعت 6 بگاه
هر روز هم در شواز باشن هم اکشن شواز تو سر گرونه. قطع انتقال برق از 31 اکتبر روز بعد از سوگند یادگونی پنجم باره رحمان همچون رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد. با وجود این مسئولان برق تاجیک سبب قطع شدن نیروی برق را موقتی دانسته آن را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. این در حال است که نهادهای سوهای انرژی کشور در آمار خود گفته بودند که 10 میلیارد و 243 و از 10.2 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نمودند که نظر به همین دوره سال گذشته 112 از 10.6 میلیون کیلووات ساعت یا 1.2% زیاد است. نیروگاه برقی آبی راغون آینده درخشان تاجیکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت تاجیکستان هنوز از سال 2017 اعلان کرده بود که لیمیت از بین برداشته شده است و برق از ساکنان دیگر قطع نمی شود. ولی همه ساله ساکنان از قطع‌شوی قوه برق در منطقه های مختلف کشور شکایت کردند. این بار هم رحمان در ضمن سوگندش وعده داد در 7 سال آینده تاجیکستان باید به استقلالیت کامل انرژی برسد. رحمان تا حال در مدت 28 سال چندین بار وعده کرده که لیمیت برق را از بین خواهد برد. اما تا این زمان برای ایجای این وعده خود موفق نشده است. زمانی که چرخه اول نیروگاه آبی برقی راغون به کار درآورده میشد، رئیس جمهور در سخنرانی تنتنویش با افتخار اعلان نمود که لیمیت برق اکنون افسانه می شود. اموال رحمان تا این زمان حداقل 4 مرتبه وعده کرده که لیمیت برق از بین می رود. اما حالا پس از به کار درآمدن چرخه دوم راغون باز هم ساکنان از قطع شدن برق شکایت دارند. من فکر میکنم که در تاجیکستان هیچ کس و یا هیچ گروه انتظاری آن را نداشت که بعد از انتخابات شرایط اقتصادی و یا معیشی مردم بهتر میشود. برعکس همه ما دلیل های خیلی زیاد داشتیم تا فکر کنیم که زندگی بعد از انتخابات در کشور به یک بارگی بد میشود. ببینید همین خودش بد شدن شرایط اقتصادی به دلیل کرونا ویروس، در ماندن مهاجران، همین ها خودشان باعث شدند که حکومت تصمیم گرفت نه در ماه نویبر بلکه در ماه اکتبر یک ماه پیش از مهلت و غیر قانونی انتخابات رئیس جمهوری را برگزار کند. برای همین هم ببینید با برگزار شدن انتخابات یک بار نرخ نوا بالا رفت، قرب دلار بالا آمد، مهاجران پول نمی فرستند. قبل از انتخابات مقامات انداز تلاش کردند از تمام کارخانه و تاجران انداز 2 سال پیش یا 1 سال پیش را جمع کنند. بعد از آن امروز خبر هست که مقامات در شهر و ناحیه ها می گردند و انداز 5 ساله را جمع می کنند. این خودش همه دلیل آن است که ما یعنی انتظار این را داشتیم که بعد از بسر قدرت آمدن رحمان شرایط به یک بارگی بدتر می شود. به برخی مشکلی یگانه ساکنان بعد سوگند یادکنی رحمان نیست. در این روزهای اخیر ساکنان از بالاروی نرخ محصولات خوراکه و نتوانی اشان از خریداری محصولات نیاز اول شکایت میکنند. بر ضمن این از روز 4 نوامبر بانک ملی تاجیکستان از بی‌قرب شوی قریب 10% پول ملی در برابر دلار خبر داد. با باوری روزنامه‌نگار عزیز نقیب‌زاد ارزش دلار 10% نه بلکه 15% بالا می‌رود. او در این خصوص در صفحه فیسبوکیش نوشت با آنکه بانک ملی ارزش 100 دلار را نزدیک 10% بالا برد، اکنون قرب دلار در بازار سیاه حداقل 15% بالا می‌رود. او نوشته که به این منوال منبر نرخ مال و محصولات نیز 15% گران خواهد شد. عبدالمنان شرالیف اقتصاددان تاجیک برای اینکه چرا بانک ملی قرب سامانی را یک بار 10% پایین برد و آیا این آخرین افتش آزاد است مطلبی نوشته. او می نویسد که بالاخره حکومت مجبور شد قرب سامانی را به بازار سیاه برابر کند. سببش را هم همان گونه که هست شر داده است. کمتر کردن تأثیرهای قربی از بین بردن فرق بین قرب بانکی و بازار و غیره. در ادامه او نوشته که با این شرحش بانک ملی نه تنها وجود بازار سیاه را اعتراف نمود بلکه تأثیر بزرگ آن به سیستم بانکی کشور را هم تصدیق کرد. با سوال این که آیا همین تصمیم بانک ملی مبنی بر این که قرب رسمی را با قرب بازار سیاه برابر کند کمک به دولت خواهد کرد و موقع بازار را ضعیف‌تر خواهد نمود، او میگوید متاسفانه نه. انیقترش
خوشبختانه بازار را نمی شود با فشار نظارت کرد. این مقامات است که باید خود را با بازار مطابق کند، نه برعکس. هدف حکومت از محض در همین مرحله پایان بردن قرب پول مولی به چند عامل بستگی دارد و اصلا امکان نداشت که از این بیشتر قرب سامانی در همان سطح تا 4 نوامبریش نگاه داشت. متاسفانه بحران اقتصادی بیشتر به کشورهای تاثیر میکند که استعمال کننده هستند و صادر کننده قوی کاری. فکر میکنم این آخرین پایانبری قرب پول ملی از طرف بانک ملی نیست، یعنی برای حتی چند ماه و حداقل اکثر در آغاز بهار دولت مجبور میشد باید یک بار دیگر قرب پول ملی رو در همین سطح یا بیشتر از اون پایین برد، اگر به شرط به قاعده بازار رعایت نکرد و کم کم پول رو پایان بردن نگرفت، یعنی اگر پول رو کنترل کرد و نگاه داشت قرب بشه بود مجبور میشد اون رو پایان برد. و فکر میکنم با این سبب که آخرین بحران دیده نمیشود پایان بحران و معلوم نیست که اون با آخر میرسد و شاید شدت هم گیرد، فکر میکنم سال آینده هم دولت مجبور میشود چند بار حداقل دو مرتبه در همین سال یا بیشتر از اون قرب پول ملی رو پایان تر برد که در نتیجه درآمد مردم خیلی پایین تر از اون خواهد بود که مثلا یک هفته قبل بود. بیننده عزیز، اینجا پایان برنامه است. خیر تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار.